آقای هیدری، سپاسگزارم از اینکه وقتتون رو برای انجام این گفتگو در اختیار من قرار دادید در لندن. منم خدمت شما و بینندگان برنامه‌تون سلام دارم، امیدوارم بتونم پاسخگوی سوالات شما باشم. خب آقای هیدری، مذاکرات ایران و 5 به علاوه 1 مرحله نهاییش و اونطور که اکونومیست لندن نوشته آخرین مایل از روز سه‌شنبه از امروز در وین پایتخت اتریش آغاز شده. من داشتم به لیست اعضای هیئت آمریکا نگاه میکردم که از سوی وزارت خارجه منتشر شده. یک هیئت 16 نفره در این گفتگوها از سوی آمریکا شرکت میکنن که این در مقایسه با گفتگوهای قبلی که 7-8 نفر بیشتر نبودن خیلی تعداد بیشتره و ظاهرا آمریکایی ها بسیار جدی هستن در این دور از گفتگوها و میخوان به یک نتیجه‌ای برسونن این مذاکراتی رو که 1 سال داره انجام میشه. شما الان وضعیت رو چگونه ارزیابی میکنید؟ خب با توجه به شرایطی که الان در منطقه هست و با توجه به اینکه جمهوری اسلامی و حتی آمریکا هر دو به این توافق احتیاج دارن و چنانچه بخواد این مذاکرات به نوعی تموم بشه که همگان فکر کنن به شکست منجر شده، نه بار مثبتی برای آمریکا خواهد داشت نه برای ایران. در همین حال هر دو طرف مایل هستن که لفظ شکست و در واقع تموم شدن مذاکرات با این شرایط رو از دستور کار خودشون خارج کنن و با توجه به سفر اخیر وزیر خارجه عمان به تهران و حامل پیامی بوده که برای مقامات ایرانی اهمیت داشته، در اخبار چند روز گذشته هم اگر دقت کنیم میبینیم که اونها هم مثل آقای لاریجانی، خود آقای روحانی و برخی افراد دیگه از طیف‌های اصولگرا و اصلاح طلب نسبت به اینکه به یک توافقی برسن خوشبین هستند و اونها شاید به این نتیجه رسیدن که حداقل روی یک سری مسائل کلی در طول این 1 سال به توافق رسیدن و میتونن اینو به عنوان یک پیام در واقع عدم شکست معرفی کنن و در نهایت روی مسائل حاشیه‌ای بخوان مذاکرات رو تمدید کنن برای چند ماهی که تا این کنگره جدید آمریکا بخواد شروع به کار کنه. اینه که من فکر میکنم که در نهایت اونها حاصل کارشون این باشه که مذاکرات رو روی مسائل جزئی که میخوان با هم صحبت کنن تمدید کنن و روی مسئله کلی هم در واقع به توافق رسیدن. آقای هیدری، شما یک دیپلمات پیشین جمهوری اسلامی هستید. بفرمایید که اصولا این هیئت‌های دیپلماتیک از سوی ایران شرکت می‌کنن در مذاکرات بین‌المللی با چه ذهنیتی در گفتگوها حاضر میشن؟ آیا واقعا اینها اطلاع دارن از اون حال و هوای آنچه در غرب می‌گذرد و در این رابطه به خصوص آنچه در ایالات متحده می‌گذرد؟ آیا اعضای تیم ایران دقیقاً می‌دونن که اگر این توافق رو نپذیرن در وین تا 24 نوامبر ممکنه دیگه یک همچین توافقی در آینده بهشون عرضه نشه از سوی ایالات متحده، در کشوری که به قول خود شما جمهوری خواهان کنترل رو به زودی به دست میگیرن، کنترل امور قانونگذاری رو، و آقای اوباما و دولتش دیگه اون قدرت مانور سابق رو نخواهند داشت؟ تیمی که الان داره مذاکره میکنه با توجه به سابقه 20 ساله‌ای که من در وزارت خارجه دارم و داشتم، یکی از زبده ترین در واقع گروه دیپلماتیک جمهوری اسلامیه و افرادی که در واقع در این تیم دارن مذاکره میکنن کسانی هستن که مسلط به زبان انگلیسی هستن و در آمریکا تحصیل کردن و سالیان سال رو هم به عنوان دیپلمات در سازمان ملل حضور داشتن، مثل آقای ظریف، خود آقای تخت‌روانچی، و اینها افرادی هستن که از شرایط دیپلماتیک و روابط دیپلماتیک و مسائل حقوق بین‌الملل کاملا آگاه هستن و میدونن واقعاً به عدم یک توافق در این مقطع در یک همچین مذاکراتی چه عوارض سویی رو میتونه برای ایران داشته باشه. ولی نکته ای که هست اینه که این افراد به خودی خود تصمیم گیرنده نیستن و اینها باید برای تصمیم نهایی با بیت رهبری و شخص خود آقای خامنه ای هماهنگی لازم رو به عمل بیارن، کما اینکه طبق صحبت هایی هم که ما با دوستانم ظرف هفته گذشته داشتیم، در چند جلسه اینها با دفتر آقای خامنه ای و اون مشاورین امور بین الملل ایشون که آقای بلایتی در واقع در رأس اون هستن صحبت‌های عمده رو داشتن و در نهایت همونجور که قبلا هم خدمت شما گفتم واقف هستن که باید در واقع این مذاکرات به گونه‌ای تمام نشه که بیم این بره که شکست خورده و در واقع دو طرف برگشتن دوباره به سمت و سوی قبل، و به خاطر همین هم میخوان از این مذاکرات حداکثر استفاده رو ببرن و اونها هم بر این واقف هستن که آقای اوباما و گروهی که الان در کاخ
سفید مستقر هستن، در واقع دارن با اونها با نحوی صحبت میکنن تا بتونن برای جمهوری اسلامی هم راهی باز بشه تا از این مخمصه‌ای که برای خودش ایجاد کرده خارج بشه. البته خب بیمها و امیدهایی وجود داره و از طرفی هم خود آقای خامنه ای هم میدونه چنانچه این برگ هسته‌ای بخواد تموم بشه و عملا دیگه پرونده هسته‌ای ایران بسته بشه، پرونده های دیگری هستش که قاعدتا باز خواهد شد، به خصوص موارد نقض حقوق بشر، بحث تروریسم. اینا نکاتی هستش که قاعدتا این مسئله هسته‌ای به این راحتی بسته نخواهد شد و ما خواهیم دید که در واقع ادامه پیدا میکنه این مذاکرات تا زمانی که لازم باشه دو طرف در واقع روی مسائل دیگه به تفاهم برسه. بعضی ها معتقدند که شاید ایران داره از راه دیپلماتیک به بمب اتم میرسه، یعنی ادامه دادن گفتگوها، طولانی تر کردن مذاکرات و اینکه وقت بیشتری بخره و در این حال به فعالیت‌هایی که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ممکن از اونها آگاه نباشه ادامه بده، فعالیت‌های زیرزمینی خودش. در این مورد چه نظری دارید شما؟ خب برخی از دوستان ما به این قضیه واقف هستند و موضوع کره شمالی رو مطرح میکنن که ایران میتونه مثل کره شمالی این مذاکرات رو به نوعی ادامه بده و زمان لازم رو بخره و با همون ترفندی که کره شمالی در انتهای مذاکرات تونست اعلام کنه که قابلیت ساخت بمب اتمی داره و آزمایشات اتمی خودش انجام داد به اون گونه عمل کنه و این چیزی هستش که از سالیان سال برخی از در واقع کارشناسان خود وزارت خارجه و برخی از افرادی هم که با کمپین سفارت سبز در حال همکاری هستن عنوان کردم و ما گزارشاتی هم در این رابطه تهیه کردیم که بیم این میره که جمهوری اسلامی و به خصوص تندروهایی که در بیت رهبری و در سپاه هستن از این قضیه بخوام بهره برداری کنن و در نهایت بخوان این اقدام انجام بدن، کما اینکه الان اخباری هم بود که خود گمرک آلمان اعلام کرده بود که بعضا داره اقدامات سوی انجام میشه و مبادلاتی داره انجام میشه و دزدی هایی داره صورت میگیره در سیستم های مختلف در آلمان که سرنخ اونها به ایران منتهی میشه و اینها مربوط میشه به همین مسائل آزمایشی موشک هایی که ایران داره آزمایش میکنه و همچنین مسائلی که مربوط به موضوع اتمی و هسته ای ایرانه. اینه که بیم این قضیه هست که در لابلای این گفتگوها و ادامه پیدا کردن زمان جمهوری اسلامی و اون جنایتون رو بتونن به خواست خودشون برسن. آقای حیدری، میدونیم که مثلا کشوری مثل ژاپن توانایی تولید بمب اتم رو داره و میتونه ظرف یک هفته بمب اتم اگه بخواد بسازه. ایران هم اینطور که سالها طی این سالها شاهد بودیم همیشه این صحبت بوده در میان کسانی که نسبت به جمهوری اسلامی بدبین هستن، این که ایران هم میخواهد یک همچین مدت بریک اوت یک هفته ای داشته باشه، ولی میبینیم که ایالات متحده و بقیه کشورهای غربی دنبال یک بریک اوت یک ساله هستن برای ایران که اگر ایران بخواد این بمب بسازه یک سال طول بکشه تا به اون مرحله نهایی برسه. آیا فکر میکنی جمهوری اسلامی واقعا دنبال کسب یک همچین توانایی هست که به اصطلاح یک آچار پیشگوشتی فاصله داشته باشه تا بمب اتم؟ خدمتتون من میتونم نکته ای رو بگم که از خود مقامات در رد بالای سپاه نقل شده بود در ملاقاتی که با خود آقای خامنه ای داشتن قبل از اینکه ایشون بخواد فتوایی بده مبنی بر حرام بودن تولید بمب اتمی. ایشون در یک از همین مباحثی که داشتن عنوان کرده بودن که داشتن یک همچین دانش و داشتن یک همچین تخصصی برای ما هم اسلام رو بیمه میکنه و هم ایران رو بیمه میکنه. حال اگر تغییر عقیده دادن و اومدن چنین فتوایی رو صادر کردن در واقع به خاطر مقتضای زمانه که میتونن در واقع فقهای شیعه تقیه کنن و حرف خودشون رو تغییر بدن، ولی عملا استراتژی نهایی جمهوری اسلامی اینه که دست بالا رو در منطقه داشته باشه و داشتن در واقع یک همچین قابلیتی که در حداقل زمان بتونه خودش رو به یک همچین موضوعی تجهیز کنه اهمیت خاص داره، به خصوص در بین افرادی که به دنبال صدور انقلاب و به دنبال این هستن که این هلال شیعه‌ای که در منطقه ایجاد کردن رو حفظ کنن. این قابلیت در واقع براشون اهمیت خاص داره و کما اینکه دوستان ما معتقد هستن که به دنبال این قضیه جمهوری اسلامی هست. البته این فتوا که بهش اشاره کردین، فتوای ولی فقیه، اینو هیچ کس به صورت مکتوب ندیده. خیلی ها سعی کردن در آرشیف های مختلف به دنبالش برن ولی هنوز فتوایی به صورت نوشته از آقای خامنه ای جایی منتشر نشده. آقای
حیدری. ولی خب آقای ظریف و دوستانشون در این مذاکراتی که با غرب داشتن، به خصوص با مذاکره که با آقای جانکری انجام دادن، این موضوع رو مکررن تکرار کردن و به عنوان یک سند در واقع مدعی هستن که رهبر جمهوری اسلامی یک همچین فتوایی داده. بله. و اینو میخوان به عنوان یک سند به طرف غربی بقبولانن. و حال چگونه من نمیدونم دیگه، این موضوعیه که آقای ظریف در واقع داره روش به شدت کار میکنه. اگر یادتون باشه در اون سالهای نخست انقلاب، دهه اواسط دهه 80 میلادی، ماجرا ایران کنترا که برملا شد، آقای خامنه اون موقع رئیس جمهور بود، آمد در یکی از نمازهای جمعه اعلام کرد که ما خودمون میایم و یک گزارش منتشر میکنیم از این ماجرای ایران کنترا. ولی الان که 20 چند سال میگذره از اون موقع، هنوز همچین گزارشی منتشر نشده از سوی جمهوری اسلام. بنابراین این حرفایی که آقای خامنه‌ای میزنه بعضی اوقات هم انجامش نمیدن. آقای حیدری، اگر اجازه بدید من در پایان این گفتگومون میخواستم راجع به همین کمپین سفارت سبز باهاتون صحبت کنم. شما یکی از اون دیپلمات‌هایی بودید که پناهنده شدید به کشور نروژ و بعد از شما هم یکی چند نفری پناهنده شدن به کشورهای دیگه. الان وضعیت این کمپین سفارت سبز چگونه هستش؟ بعد از جدا شدن من در نروژ که مصادف بود با ایام عاشورای سال در واقع 88 که اتفاقات بعد از انتخابات بود، گروهی از دیپلمات ها در واقع به ما ملحق شدند که اعلام شد از سوی خبرگزاری های مختلف، که از جمله آقای ملکی خواهرزاده، آقای کروبی هم از ایتالیا بودن آخرین مورد. و بعد از اون مواردی که دوستانمون با ما در تماس هستن، ما در قالب کمپین سفارت سبز بیشتر به دنبال به دست آوردن اخبار و اطلاعاتی هستیم که نشان دهنده روند سیاست خارجی در واقع جمهوری اسلامیه. چون تا قبل از این اخبار به صورت زد و نقیض از کانال های مختلف ارائه میشد، ولی الان از طریق تماسایی که با دوستان داریم، ما کاملا اخبار رو با توجه به شناختی که از دوستانمون داریم و در پوزیشن های مختلف در داخل وزارت خارجه مشغول هستن، در دفاتر مختلف مدیریتی دارن کار میکنن، راحت تر باهاشون میتونیم این اخبار رو چک کنیم که صحت و سقمش در چه حده. و در واقع اهم فعالیت ما فعلا در همین راستاست که بتونیم اخبار رو به صورت مستقیم در اختیار هموطنان قرار بدیم و بتونیم با دوستان همفکری داشته باشیم برای اینکه برای روزی که مردم آمادگی پیدا کنن برای مقابله با این نظامی که منافع ملی مردم رو داره به خطر میندازه، و بتونیم در واقع باهاشون هماهنگ باشیم و عنوان کنیم همه این افرادی که در واقع دارن به نوعی با جمهوری اسلامی همکاری میکنن، همه اینها در خدمت نظام ولی فقیه نیستن و برخی از اونها در خدمت مردم هستن و دارن همکاریهای لازم انجام میدن برای روزی که در واقع ایران آزاد بشه و ما بتونیم در واقع به کشور خودمون برگردیم و از این تبعید در واقع رهایی پیدا کنیم. سپاسگزارم از شما محمد رضا حیدری در کشور نروژ. منم از شما متشکرم، موفق باشید. خدا نگهدارتون. خداحافظ.